به نام خدای مهربان، عرض سلام و احترام و بخیری و خسته نباشید دارم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. امیدوارم که جار و تیار و صحتمند بشین و تشکر از اینکه بیننده برنامه از ما هستید. تشکر، سلامت باشی، بخیر باشی، جان تو جار باشه. به نام خداوند بی‌نهایت مهربان، سلام از زن دل در هر جای کسیم، جار و تیار، صحتمند و سرحال و همیشه خوش و آرام و موفق باشین. دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین در یک از ویدیوهای دیگه از ما. و امروز ما چون که چیز گپ است، از خاطر که یاسین جان زیاد خوشحالم. بله دوستای عزیز، خدا را هزار بار شکر و صد هزار بار شکر. یک خبر خوشی که خیلی دیر بود ما و رازه جان منتظرش بودیم، امروز بخیر و خبر تحقق پیدا کرد. البته رازه جان از کم بیش خبره و تکمیل در کل خبر نیه. ما میخواییم که او خبر خوشه همراه رازه جان و همراه شما بیننده عزیز به اشتراک بانم. خب چطور رازه جان، خوبی؟ تشکر، سلامت باشه. اگر قم خوشحال دوستای عزیز دفعی سلام علیکم نقد آدم. بله دقیق. خب یک دانه شعر میره، اگر میخوانی شعر بخون رازه جان، بسیار شعرهای قشنگ میخوانم رو تا بینگریم که چطوره. بخونی کنم؟ البته دوستای عزیز، شعر از خود ملک زاده. خب بگو جای اگه قافیه شی، اگه لای شی بد بود دیگه نبخشید. پولا یک بود بباشید. گفته که نشود دل بکنی با دیگری یار شوی، زیمنی بی خبر اگر رفته و بیزار شوی. بله. نشود دل به کسی بازدهی از راه تقدیر، بیروی یک دل و صد دل بری اخیار شوی. بله، یعنی یک هشدار بود برای رازیه جان. خب. که نشوه یک روز دل بکنی از ما و بری برای اغیار شوی یا طرفدار یک بیگانه شوی. انشالله هرگز اتفاق نمورده، چون اگه بفتم باز ما تو وقت تو زنده نمیدیم. خب انشالله دیگه متبار استم که کل دوستا از زندگیش پر از خوشی و پر از اوماق بشه. و نکته نمانه که آدم یک دفعه نامزاد میشه، یک دفعه تو اینه به نظر من، اما یک دفعه ایشی خوبه. خوبه عزیز یاش بد میشه. دقیق دوستای عزیز، زیاد نمی پیشیم و ما تشکری منم از تمام عزیزایی که همیشه با شور و شوق برنامه از مرسل نه لایک منه، کومنت های بسیار قشنگ میدم. از کلگه شما تشکر منم. دوستای عزیز، این خبر را ما میخواییم عرض زودتر با دوستا شریک کنیم، تازه شون زیاد نپیچیم. دوستای عزیز، ما و رازه جان البته مدت ها قبل تصمیم داشتیم که یک کورس را افتتاح کنیم. البته زمستان سال قبل بود که یک کورس بود از دوستا بود، البته افتتاح شده بود و ما اونجا فیزیک درس میدادم، تدریس میکردم، که رازه جان هم تصمیم داشت بیاید اونجا همراه از ما همکار شد و بخش انگلیسیش پیش ببره. ولی متاسفانه اوضاع قسم دیگه شد و او کورس هم برچیده شد. از او به بعد ما رازه جان همین شوق در دل ما آمد که اگر یک روز شوق خود ما بتانیم و رازه جان بتانه مدیریت این کورس انجام بده و ما خود ما در پالوش باشیم و بالاخره یک کورس داشته باشیم که خدمت در وطن کنیم، خدمت به عزیزای خود کنیم، خیلی خوب میشه نه؟ بله، دمی شرایط خوشن، دمی شرایط سختی که پاکستان قرار داره. دقیقاً. و خوشبختانه خوشبختانه ما بگیم دوستان ما اقدام کردیم. البته اولا یک ذره بودجه ضعیف بود و در قسمت گرفتن جواز دوچار خیلی از مشکلات زیاد شدیم. امروز خوشبختانه یک خبر خوش برای دوستایی دارم که دوستای عزیزی که از خارج از وطن بود خیلی مار تشویق کرد در این زمینه، دوستایی که ما رازه جان را میشناخت و گفتن که ما در این زمینه همراه شما هستیم و شما را همکاری مونیم تا بتانین دمی آرزوی خود برسین، بتانین در اولاد وطن خدمت کنین. بله. و خدا رو شکر دستگیری از اونا هم بود و کوشش رازه جان و ما هم بود تا جای را موفق شدیم که جواز کورس را بگیریم. این امروز بخیر دیگه جواز کورس را گرفتیم و قرار بعد از چاشت ما و رازه جان بریم کاملا تحویل شیم. انشالله که بتانیم دوستای عزیز به زودترین فرصت افتتاح کنیم کورس را. و رازه جان یک نظرم داشتک، میگفت اگر زمانی که این کورس را ما بخیر بتانیم راه اندازی کنیم و افتتاحیه بگیریم، افرادی که افراد کار منظور کودکای کاره و کودکای کار را اونجا حتما خواد آوردیم و تا اندازه که توان داریم اونا را تعلیم خواد دادیم.
خب بقیه گبار از رازیه جان میشنیم که من زیاد پرگویی نکنم. بله دوستای عزیز، من واقعا دوست داشتم که به هر نحوی در هر بخشی باشم، من خدمتگزار وطن باشم، بله، معلمی باشم و دیگه رشته ها باشم. خب یک زمان دوست داشتم که من یک کورس از خود داشته باشم و بلده مردم خدمت کنم. بله. البته نگفته نمونه که کورس هایی هستن که فیساش خیلی بالا و کسایی که نداره اصلا نمیتونه بخونه. بله. بعد از اینکه انمسا یک سال میشه که تحولاتی که در افغانستان آمد و من زیادتر مشتاق از این کورس شدم، به خاطر از اینکه دختر خانوما از درس مان از مکتب و فعلا بی سرنوشت است و ایده کسایی که واقعا پیسی هم کورس نداره خوانده نمیتونه، که ما بتونیم دست اونا رو بگیریم، اونا هم چیزی بیاموزه و چیزی بخونه. بله دقیق. باز امسال ما بیشتر کوشش کردیم و در اول خیلی زیاد مشکلات دیدیم و بالاخره بعد از نامزاتی مرزاد زیادتر کوشش کرد، بالاخره دیگه امروز خبر خوش می بود که ما توانستم که جواز از این کورس بگیرم و با فعالیت شروع کنیم و بخیر دیگه بلد دوستا و اعضایی که در افغانستان هستن، به خصوص دختر خانمایی که فعلا نمیتونه مکتب باره. بله. اینا بتونه کنجا بیاین یک زبانی رو بخونه و یک دقیق. مضمون دیگه که خودشان خوش دارم اونجا بخونه و همچنان. بله. کسایی که مثلا پیسه کورسی که مثلا زیاد بال میگیرن، زیاد پیسه میگیره، دیگه اونجا رفتن نمیتونن، توانش ندارن. بله. دیگه علمی جمع جزب منه. دوستای عزیز، البته ما باید تشکری کنیم از دوستایی که در این زمینه ما خیلی همراهی کردن، البته خودشان خواستن که نامش گرفته نشه، ما واقعا از اونا تشکری منم، خدا اجرشان بده، خیلی در این راستا ما کمک کرده هر راستایش و یکی گفتن برین جایش انتخاب کنین بگیرین و هزینهش رو اونا خود پرداخت کرد. در این قسمت ما از اونا هم تشکری مینیم، از رازی جانم که در این قسمت همکاری خود کرد تشکری مینیم. ما و رازی جان سر از امروز بخیر فعالیت ها آغاز خود کردیم در قسمت جایش، در قسمت مکانش. دیگه دوستای عزیز تشکری از او دوستا و انشالله که بتونیم خدمت کنیم. رازی جان حدود چقدر دیر بود از خودش میشنویم در یک از کورس ها، البته کورس چمپیان بود فکر کنم، در شاخه دومی شهرک دوازده امام تدریس کرده انگلیسی را، چقدر دیر بود؟ ما در زیادترین کورس ها که در شهرک است تدریس کردم، زمانی که ما متعلم مکتب بودم دیگه. اره. چیز از رسانه نمفهمیدم دیگه. اره. خبر یکان تو دیگه یک خوش هشتگ بودم. خب انگلیسی که من خلاص کردم، من دمی چمپیان بود اولی که خلاص کردم، بعد از اون در کورس های برچی رفتم. وقتی که اینجا خلاص کردم، اولا که اسیستن یا کمو همکار استاد میگره توی که تو استادی رو بدرش چنی، در چمپیان شروع کردیم، اول همکار استاد، بعد از اون درس دادن و چیزا، بعد از اون دیگه من در کورس دیگه رفتم دیگه، اونجا هم تقریبا دو ماه یا سه ماه درس دادم که از دوستا خودشان کورس دادن، پیشنهاد دادن که بیاد کورس از ما درس بدی، دیگه اون نزدیکتر در خانه از ما بود، دیگه هم در شبکه نزدیک بود، اونجا رفتم. دیگه اونجا زیادترین درس که بگم یک سال مقدر شد، ما اونجا درس دادم. خب بسیار عالی دوستای عزیز، البته این منظور از گفتن نبود که یه اصل مدیریتی از این کورس را رازی جان به دوش خود گرفت و ما در پالوش خود بودیم و مسئولیتی از امو کودکای کاری که میخواییم به صورت رایگان و به صورت مجانی و ایده عزیزایی که مشوق و شوق دارد به خاطر تشویق از اونا ولیکن خرج و مصرفش ندارد و اونا را تدریس بخش انگلیسیش رازی جان به دوش خود گرفت و استادای عزیز دیگه هم امرای ما هستند که میتونیم از اونا، البته در جریان گذاشتیم، خودشان قبول کردن که ایده از دوستایی که مشکل داشته باشه اونا را حتما یک سنف اختصاصی تشکیل خود دادیم. بله. و اونا را در اونجا شامل خود کردیم. بله دیگه واقعا ما خوشحال هستیم امروز که جواز از این کورس گرفتیم. بله. و بعد از این میتونیم خدمت کنیم. و دوستای عزیز البته نگفته نمونه که در اینی قسمتی از برنامه ما میخوایم که به خاطر از این که رازی جان بسیار زحمت کشید و واقعا توبال دویدن داره دیگه، یک روز یک کار میشه باید دور انجام بدی، یک روز دیگه باید یک کار دیگر انجام بدی، یک روز از وزارت میخواید باید اونجا بری، خیز خیز اک زیاد دارم. امی کارا را خود من باید مکدوم و در کنارم که رازی جان دویده یک کافه ناچیز در تقدیم رازی جان کنم و انشالله که خوش شد. خواه تو بگه چیز گرفته خودش بایی ما نیدیم، ما باید بیرم. خواه
خیلی دوال پوچ نشان میدیم از خاطر که کچم ننگرده حبس بسن دوائی نزی چیه؟ خواه دوائی نزی چیز باشه با نظرت؟ یک قرش چورنا کن سلش نی؟ نه سلش نی خب پوش مای نیه باش بود خونی است دوستا بودی قدر کتا نیه تو نمبر پایت ما چون 22 چنده؟ 22 نیه هستی ما گفت یا چادره؟ یا کالا؟ یا هم خواه دست عزیز خیره یال که مشاله یا در میان آمادک باید ما چای خراول چه کنم؟ بیا ما اگر قام میده تا قشور به مامور سایل کنم بگه نه اول چای خر بخر خاصی بگه که البته تو زوق از مرا مفهمی ام جزای خوش دارم گرفتی یا که نه خوصت بسد دیگه بچه ها کسته همیشه کوشش نه که یک چیز رو بگیره که طرف مقابل رو خوش داشته باشه خب تنها بچه های دخترا یک دفعه نشته بسید که دبایی نمی خود کارتان کلان نمیدن عطر ریزگه اگر دب کلا ملده همشه جا با جا کدام باشم فرق نمیدنم که هرچی که از دوست آید و نیکوست هرچی از شوی آید خب رونمایی یک نیم دیگه دوستا ناچار اندگه بباش یک ذره دیرتر شد اول خواهی گوتون کالا یا واس من؟ واس خود واس من ایتو واس که وان واس کردی دیگه چی؟ دستا باش ما خراب کار دادا خراب کاری دیگه تیار کنیش بگیر خواهیش نم نه خواهیش نم دوستا سر تشکری نم تشکریش پسان باشه بلده پسان باشه دوستای عزیز نگفته نمه نه که من کالای رو خوش داشتی کالای که خوش داشتم و یک دن از کالای سرخ من از زمان دکان گرفته بودم که پشتم یادتونده؟ اره دیگه از برنامه باز زیاد خوش داشتم که من یک دن شال سرخ بلده من بلده جور کنم یعنی دوستا اگر شال صبح بلده خود جور کنم دیگه خدا آدم آدم خدا شوی صالح بیده نشوی بلی زاده بیده خب دوستای عزیز انشالله که خوش تماد نماد واقعا مقبوله من رنگ سرخ زیاد زیاد دوست دارم و اگر دیگه هم به اینجا بگویم که خوب شد که دمی کالا رو گرفته دوستا اکثریت چه گفتید که رازیت تو یک دانه کالا داریم رو پیشت ره در اکثر از برنامه کالاش تکراری هم شده برم با متوجه شدم نگفته نمانه که دوستا عزیز من کالا زیاد دارم خب ولی چون بز... بردن نمیشد در اونجا جای بردن نمیشد بعضی وقتا خانه خود آدم نیه در جای آدم نمیتونه که کالای خره مخصوص در جاغوری شریف خب یک بایک برده بدیم حالا از ما هم بود از این بود دیگه با زیاد بردن نشته بود بسی خط بود خب خوابش مکرد تو بگو من ده آره خیلی طرف با من البته نبسته نمونه که من هم کالایی که زیاد خوش داشته باشیم اونو مرو با زیاد ما باشیم از این با دوستا در برام بینگره کنیم کلگی هم کشید خب دوستا عزیز رازا جان خب به هر صورت حق داره یک چیزی زیاد نیه تا فعی دیگه انشالله ای از این توفه ها بینیده ها هر روز میگیره ولی ابراز خوشی هم ای که واقعا ما امروز خوشحالیم که تانستیم یک کار مؤثر و یک کار مفید انجام بدیم دوستای عزیز شاید ما برنامه گرفتیم از زندگی مشترک خود از تفریح خود از این که بلب شما خنده بیاریم از این که جاهای بسیار قشنگ و زیبا رو برای دوستانشان بدیم ولی در کنار از این گفتیم بیا یک کار کنیم که ماندگارتر باشه بله حداقل یک خدمت برای جامعه باشه دیگه اینمی انشالله که این کار نتیجه بده انشالله که بیتنیم در اونجا استادای بسیار لایق را جذب کنیم و در زمین
دوستایی که نیاز داره واقعا بیاید اونجا ثبت نام کنه، درس بخونه و لذت ببره از زندگی. بله، و همچنان نمو رقمی که ما کسایی که در خارج هستن همتانان خوب از مقامای از مو که ما میتونیم جاهای دیدنی هزاراجاد کنه خاطره در بلدشی در تصویر بکشیم از طریق یوتیوب خو و بیتونیم کسایی که در افغانستان هستن از طریق هم بلدش خدمت کنیم. بله بله دقیق. دوستای عزیز زیاد پرگویی نمنیم، کالار بر رازی جان تبریک میگم. تشکر، سلامت باشی. با کورس را افتتاحیهش باز خود گرفتیم انشالله، کورس را بر تمام دوستای عزیز تبریک میگم. تشکر. هم در خود تبریک میگم هم در دوستای عزیز. و انشالله که بیتنیم در کنار ازی که برنامه میگیریم، در کنار ازی برنامه ها بیتنیم از کورس خودم از شاگردا که با چی شوق علاقه میده اونجا ثبت نام منه درس میخونه باز ویدیو بگیریم و بر دوستا بادیم که اینا نتیجه داد. بله، کوشش ما زحمت ما نتیجه داد. مگه که شاگردی که از استاد پیش نشینه ایج امکان نداره، باید شاگرد لایق‌تر از استاد باشه. ان شاء الله که هر روز ما شاگردای خود رو بینگریم که در مقام های بسیار بالا رسیده و وقت بلدی از ما باید احترام کنه مگه نه. ان شاء الله. و دوستای عزیز البته ما کوچکتر از این که خود استاد انتخاب خطاب کنیم خیر است. ما روزا جان دل خوش نیم دیگه، انشالله در کورس هستیم و وقتایی که نبودیم در سفرهای ولایتی بودیم دوستای عزیز ما حتما هستن و نیاز یک مدیر یا تو چی داریم؟ یک مدیر که تو قوی باشه و تجربه هم داشته باشه. ولی زده اگر قوی بودید ما نیاز در مدیر دارم که کم چاق باشه. نه، یک مدیر که از لحاظ ذهنی چاق باشه خب و یک ذره فعالیت بیشتر کرده باشه که در نبود از ما بتونه بسیار راحتی پیش ببره و انشالله میشه، چون حمایت دوستار داریم و حمایت خدای متعال را، چون ما واقعا با نیت پاک شروع کردیم کار را و نتیجه هم میتم. بدون شک. خب رضا جان فکر کنم برنامه همینجا ختم شد و تشکری تو از دوستا کن و ما هم تشکری میکنم از دوستای عزیزی که در کورس هم داشتن و همچنان تشکری میکنم از همه شما دوستای عزیز هموطنان خوب و دوست داشتنی از ما که چنل یوتیوب از ما را تق مونید و لایک میکنید و با کامنت های خوب خو نظریات خوب خو بلدی از ما انرژی میدید. و چیز دیگر هم یادآوری کنم دوستای که دیش شرایط سخت در افغانستان ماندن، برنامه ساختن یا کم فعالیت کردن سخت است، اما یک ما بلده هموطن خود کار مونیم و جاهای دیدنی روی تصویر میکشیم و همچنان در کورس فعالیت داریم، بلده از ما افتخار است. باید بگم که تشکر کنم از جناب ملک زاده دیگه، دوستان ملک زاده نگه یاسین بگه تا که کما یاد بگیرم خیر دیگه. تشکر میکنم از یاسین جان که بلدی از ما یک توفیق بسیار خوبش هم چیزی که خوش داشتم بلدی از ما گرفتن، بسیار زیاد تشکر. انشالله که توفای تو تکرار شنه. و دوستان چیزی که دام شاید این کالار من بلدی خود میخریدم اما قدر شاید بلده ما قدر نمیشت، یکی ملیزاده خریده قدرش بله. بیشتر است. یک نکته تربیتی داره، نکته ای که دوستای عزیز همیشه کوشش کن کسی که شما دوره و کسی که بر شما بسیار عزیز قلبان نزدیک، هر با یک توفی حتی ناچیزم باشه بگیرین. توفه گفتن نمیشه که در پیه باشه. بله، چی مادر باشه، چی پدر باشه، چی خواهر باشه، چی نامزد باشه یا زن باشه، برادر باشه، یک توفی ریزگرگ هم که بگیرین پرش روان کنین خوشحال میشه. مرسو دارم مثلا ما شخصا خودیم که دم توفه بگیرم، مثلا نابه ما ته ما خوار ما بیرار من خود بلدم توفه بگیرم، ما زیاد خوشحال میشون واقعا. نه امی مثلا قیمت شیر ما مدی نظر هم وقتی که یک چیز دم توفه میرسه خیلی زیاد خوشحال میشون و بعض دخترها و دوستای خود میبینم هم هم رقم مثلا شما بچه هم رقم هستیم یا نه؟ در کل هم رقم تو فکر نگه ما بچه هایت حس نبریم رقم هستم در کل هم رقم. آره، و تشکر از دوستای عزیز، بازم حمایت های شما از زار خواهانیم، انشالله که بتونیم فعالیت های دیگر را در پالوی ازی بکنیم. انشالله تصمیم داریم، مدی نظر داریم و یکی تا چی اندازه میتونیم، تا چی اندازه توان مو میرسه او دیگه بینگریم دیده شد، ولی فعلا مدی نظر داریم، تصمیم داریم که بعضی از فعالیت های دیگر هم کنیم انشالله در قبال از اینکه اگه مکتب ساخته بتانیم یا غیر از او در پالویش کارهای دیگه بتانیم برای کسایی که کراچیوانه، کسایی که مزدورکاره، یکان کارهای بنیادی تر انجام بدیم. شکر از تمام شما عزیزا، تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما عزیزا حاضر خواهد شدیم، کلگه شما را در خدای یکتای مهربان توال مونیم. قدر
بخندید و لبخند داشته باشین. خدا نگهدار.